سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان عزیزم. انشالله هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. امروز تصمیم گرفتم یه آش دوغ درست کنم براتون. یه آش دوغ خیلی خوشمزه، موادش هم اینجا آماده کردم خدمتتون بگم که چقدر مواد ما لازم داریم. اینجا من 2 لیوان برنج آماده کردم، البته الان 2 ساعت این برنج رو من خیس کردم، و 1 لیوان نخود داریم. این نخود من از شب قبل خیس کردم، الان حدودا 12 ساعته، و 2 تا پیاز متوسط داریم و 2 بوته سیر داریم که من تمیز کردم. نصفش من میخوام رنده کنم برای قاطی آشمون و نصفش هم میخوام سرخ کنم برای تزئین روی آش. 2 قاشق غذاخوری نعنا داریم، نعنای خشک، و 1/2 کیلو سبزی آش که الان به صورت خرد کرده شده 1/2 کیلو. دوغم من 3 لیتر آماده کردم، 2 لیترش داخل این بطریه و اینم 1 لیتر داخل این کاسه است، چون اگر برنجمون کمتر بود 2 لیتر کافی بود. حالا برنجمون چون 2 تا لیوانه بیشتر دوغ میبره. و 1 کاسه هم ماست پرچرب گذاشتم که من داخل آش میکنم که خوشمزه بشه. زردچوبه داریم به مقدار لازم، فلفل سیاه و نمک. خب عزیزان، الان من این نخود رو باید بذارم بپزه. منتها نخود ما دیر پزه، دیشب تا الان خیس کردم ولی بازم میدونم دیر پزه. اینی که من باید بریزم داخل جوتبس، نخود رو بذارم بپزه، بعد بریم سراغ کارهای دیگه‌اش. خب الان باید صبر کنیم جوش بیاد نخودمون، چون داخل زودبزه کفش باید حتما بگیریم که درشو میخوام ببندم و خیلی راحت درشو ببندم. البته وسط های پختش که شد دیگه میام آشمونو میذارم. نخودمون جوش اومد، حالا میخوام کفش جدا کنم. البته این نخودو من دیشب تلا چند بار آبشو عوض کردم، اینی که حالا به اون صورت زیاد کفم نداره، همینقدر بیشتر نیست. من یکم زردچوبه اضافه میکنم به نخودمون که نخودمون خوش رنگ بشه. زیاد نمیریزم، همینقدر کافیه. یه قاشق هم روغن مایه اضافه میکنم که سر نره. نخودمون نیمه پز شده، الان دیگه آشمون رو میخوام بذارم که درست بشه. این برنج رو من میریزم داخل قابلمه. خب حالا این دوغ هم من بهش اضافه میکنم. 1 دوغ اونم اضافه میکنیم. البته این دوغ که من ریختم 3 لیتر بود، 2 لیتر هم آب اضافه میکنم. این دونه هایی هم که توی دوغ دارین میبینین، اینا به خاطر این که دوغایی که توی بطری هاست خودشون سبزیجات قاطیش میکنن. ما باید این آشمون رو هم بزنیم که نبره. البته دوستانی هستن که این آش دوغ و تخم مرغ میریزن و اینکه آرد قاطیش میکنن که نبره، ولی من همیشه روشم اینه که همینطور برنج و دوغ قاطی میکنم، میذارم روی گاز، هم میزنم مواظبم که نبره. هیچ اتفاقی هم تا حالا نیفتاده. گفتم اینم خدمتتون بگم که حالا هر کس یه روشی داره اینطوری درست میکنه، مال منم روشم اینه. حالا باید مواظب باشم هم بزنم که جوش بیاد نبره، بالا سرش هستم تا جوش بیاد. خب این آش ما جوش اومد، من همینطور مواظبش بودم که دیگه الان جوش اومد. حالا باید زیرش یه مقدار کم کنم که یواش یواش برنجمون پخته بشه، بعد بیام مواد دیگه‌اش رو بهش اضافه کنم. دیگه کارامون رو انجام دادیم آشمون رو، حالا فعلا کاری نداریم. اینجا پای گاز باید برم سیراش آماده کنم. البته آشای دوغی که معروفه که برای شماله که مازندران خیلی تعریف میکنن خوشمزه است آش دوغشون، یکی آش اردبیل، البته آش دوغ اردبیل و آش گردنه حیران. این آشایی که معروفه و خیلی هم خوشمزه است. حالا این آشی که من درست کردم این برای اردبیله، برای اردبیلی های عزیزه که خیلی هم عالی و خوشمزه است.
البته من با این سری لهکن دارم انجام میدم، این هم مثل رنده ریز میمونه، فرقی نمیکنه، راحت ترم هست. آشمون الان یه روبه داره میجوشه، قشن برنجش داره نرم میشه. الان من میخوام سیر رو اضافه کنم، ماستش هم اضافه کنم، سبزیش هم اضافه کنم. ماست رو من یکم رقیقش میکنم، میریزم داخل آشمو. موقعی که سبزی رو ما اضافه میکنیم به آش، دیگه درش رو نباید بذاریم، چون اگه درش رو بذاریم رنگ سبزیتون کمرنگ میشه، اینطوری قشنگ تره. یه 7-8 دقیقه که جوشید سبزیمون، نخودش هم بهش اضافه میکنیم که دیگه همش با هم قشنگ بیفته به هم. حالا من پیازش رو سرخ کنم، سیرش هم سرخ کنم برای تزیینه روش. خب الان این آش ما نمکش کمه، من یه مقدار نمک بهش بزنم، نمکش تنظیم شه، نخودش هم قاطیش کنم، چون من اصلا نمک نزدم به خاطر دوغش، ولی الان تست کردم دیدم نمک کم داره. خب حالا نخودش هم قاطیش کنم. آش قشنگی در اومد، یعنی واقعا جای همگی خالی. یه مقدار بجوشه، 2-3 دقیقه تا 5 دقیقه دیگه خاموشش میکنم، بکشمش داخل ظرف سفر. یه مقدارم دیگه الان اواخر پخته، من فلفل سیاهشو بهش اضافه میکنم. آش دوغمونم پخت، آماده شد. یه شعله رو خاموش کنم تا خنک شه، بکشم داخل ظرف. اینم از آش دوغ خوشمزه و قشنگ ما، خیلی عالی در اومد. این حالا یکم که بمونه خودشو بیشتر جمع میکنه. پیازمون سرخ شد، یکم زردچوبه اضافه میکنم، یه تفتی بخوره که دیگه پیازو رو در بیارم از سراغه. خب حالا من این پیازایی که سرخ شده برمیدارم از سراغه، میخوام سیرا رو بهش اضافه کنم. سیرامونم سرخ شد، حالا از سراغم خارجش کنم. حالا نعنامونم سرخ میکنی. خب دوستان عزیز و خوبم، اینم از آش دوغی که درست کردم، واقعا خیلی خوش عطر شده، خیلی خوشمزه شده، واقعا جای همگیتون خالی. و نکته میخواستم درباره سبزی این آش بگم خدمتتون، اول فراموش کردم، سبزی که من داخل این آش استفاده کردم همینو سبزی ریختم،
تریه گشنیز جعفری و به اضافه شوید، یعنی کل سبزیاری که من ریختم شویدم به سبزیمون اضافه کردم که این آش رو من خدمتون درست کردم، خیلی هم خوشتم و عالی در اومده. انشاءالله که شما هم درست کنید بخورید و دوست داشته باشید. این آش هم دستورش همونی بود که عرض کردم خدمتتون. اگر میخواییم بیشتر درست کنید طبق همین دستور میتونید دو برابرش کنید یا کمترش کنید که واقعا عالی در میاد. و واقعا وقتی آدم آش درست میکنه دوست داره که یه چند نفر دوره هم باشه بخوره که به آدم مزه بده، اصلا تنهایی مزه نمیده. حالا ببینیم ما چیکار میکنیم این آش دیگه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو فعال کنید که اگر ویدیو جدیدی اومد بهتون اطلاع داده بشه. برام کامنت بذارید، لایک کنید. ممنونم از حمایت قشنگتون، خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.